سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید. امیدوارم که در هر جای دنیا هستید سالم و سلامت باشید. خیلی خوش اومدید به یکی از جدیدترین برنامه های شراب داغ با من آریان عارفی. امیدوارم تا آخر لایو باشید و از این لایو جنجالی و فرهنگی لذت ببرید. زنده باشید. هنوز تایمی که کستن نده ای بابا، این ملت درست شدنی نیستن. چقدر آبی بهت میاد. ممنونم عزیزم، امشب گفتم مثال آبی بزنم. همچنین عزیزم خیلی خوش اومدید. همطور که میدونین شراب داغی برنامه فرهنگی و آموزشی که موزل جامعه رو به نمایش میذارم با طنز و کمدین و هر هفته دوشنبه ساعت 12 شب برگزار میشه و همه میتونن تو لایو شرکت کنن، میتونن مهمان من باشن. ما در مورد همه موضوع صحبت میکنیم، هر موضوعی که بشه در موردش فرهنگ سازی کرد، اعتیاد، خانواده LGBT، کارتون، فرد، اعتیاد، همسر آزاری، طلاق، ازدواج موفق، ازدواج ناموفق و اینکه کودک کار، کسایی که کارتون خوابن، کسایی که اعتیاد دارن و و و و هر چیزی که بشه در موردش فرهنگ سازی کرد و به جامعه کمک کرد، ما اونو میتونیم به چالش بکشیم و به مردم نشون بدیم. دوستانی که میخوان مهمان شراب داغ من باشن میتونن دایرکت پیام بدن و اینکه موضوعشون رو با من در میون بذارم و من برای هفته بعد سیت میکنم. باشه، ممنونم. آره و خیلی مریضم، سرما خوردم، ولی به خاطر اینکه نسبت به این مردم وظیفه دارم، به خاطر همین با اینکه شرطم خیلی بده، صدام گرفته، الانم امشب به جای شراب داغ معجون درست کردم، ولی چون نسبت به این مردم وظیفه دارم و باید فرهنگ سازی کنم، اطلاع رسانی کنم، محتوا بدم به این مردم عزیز، چون من هرچی دارم از این ملت عزیزه، انشالله این ملت عزیز روحشون شاد باشه هر جای دنیا که هستن، و به خاطر همین با این شرایط بدم ولی بازم میام. بله به خاطر اون. سلام، خوبین؟ خوش آبی بهت میاد. ممنونم. شراب داغ تو با نبات بخور. امشب شراب داغ ندارم. سلام خندان عزیز، خوبی؟ خندان عزیز یه دوری بزن بعد بیا بالا. آره عزم، چون نیم ساعت اول با مهمان صحبت میکنم، بعد سه تا مهمان دیگه هم میارم که بشینم و گوش کنم. اوکی. چه توپول شدی؟ ممنونم عزیزم. چطوری؟ خوشگله؟ خوبم. شما خوبین؟ صدا تغییر کرده ولی رنگت به رنگ ولی بهت رنگ بهت میاد. آره سیتا جون، من مریضم، سرما خوردم، ولی آره به خاطر همون خوشگل شدی. بله ممنونم. آخ چشم همه درد. آلی هستی آریان؟ سلام امیر جان، خوبی؟ خوش اومدی. اوکی بچه ها، من میرم مهمان عزیز رو بیارم که وقت نداریم. بچه من از این بعد تو پیج اصلی لایو میذارم، اینو داشته باشم. سلام، خوبی؟ خوش اومدین. زنده باشی. سلام. میخوای خوش اومدین. میخوای یه صندلی بذاری بشینی راحت باشی؟ بله، چون لایو میذارم. البته. یه دقیقه. پس من اینو اینجا بزنم به برق یه لحظه. شما راحت باشین تا بچه هم میان. سلام، خوبی؟ خوش اومدین عزیزم. خیلی خوش اومدین، صفا بردین. یاد خودتون عزیزم. اومدم. خب اوکی اوکی درست شد؟
بله الان نشستم. فقط لطفا مرده یه خر فالوم نکنن. وای من این سوال رو بعد ازت بپرسم ولی گذاشتم برای وسط لایف، حالا اب نداره. اوکی درسته، آماده ای؟ یه لحظه ایرپاد میکنم، مشکل میگم ایرپاد آجا. اینم میچرخه بذار. اوکی آمادم. خب خیلی خوبی امیر جان، خیلی خوش اومدی، مرسی که دعوت منو پذیرفتی. من عالی ام، شما خوبی؟ ممنونم، مرسی که دعوت منو. خوش گذشت، عالی بود. سفری به دهلی داشتین هندوستان، درسته؟ بله من دهلی بودم و خیلی خوب بود. فقط یه چیزی، چون میخوام لایو شروع کنیم، اول میخواستم ازت تشکر کنم که دعوت منو پذیرفتی و اینکه ما 3 سال پیش یه شراب داغ داشتیم ولی چون خیلی ها گفتن دوباره امیر جان دعوت کن و من بخاطر همین تو دوباره تکشون رو میبوسم. خواهش میکنم. خب اوکی، اگه سلام هست برای بچه ها بفرمایید. یه کوتاه خودت معرفی. بچه ها من امیرم، بعد اینکه خیلی خوشمالی، مرسی از اینکه دعوتم کردین. من به خاطر شما هست که اینجام، شما نباشید منم نیستم و تک تکتون رو با اینکه حالا هزاران کیلومتر فاصله داریم، تک تکتون رو من میبوسم از اینجا. زنده باشید. خب اوکی، خودتو معرفی کن لازم برای بچه ها. من امیرم، 18 ساله، یک میکاپ آرتیست از استانبول. امیر جان 18 میکاپ آرتیست. خب نه. اوکی، اون که میدونی میکاپ آرتیستی، از خانواده ال جی بی تی هستین درسته؟ نه خیر. خب خب چی هستین؟ مرد مرد هستید یا زن هستید؟ در واقع من اینطوری بگم که من بل. خیلی خاص‌تر از اونیم که خودم رو جز به خانواده ال جی بی تی بدونم و نست. من یک زن هستم. بعضی وقتا هم شاید دلم بخواد یک مرد باشم، ولی در کل دوست ندارم برچسب بزنم روی خودم. هر چی دلم بخواد اون کار انجام میدم و برای انجام دادن کاری که دلم میخواد لازم نیست برچسب گی، لزبیان، ترنس، نمیدونم اینا بزنم رو خودم. خب نه درسته، خب اون برچسب، ولی خب مثلا من خودم من نان باینری هستم نان باینری. اون چیه؟ توضیح بده کوچیک. نان باینری اینطوریه که یعنی یکی فراتر از زن و مرد. خب بعضی میگن مثلا دو جنسه، نه یکی فراتر از زن و مرد. مثلا من میرم بیرون لباس بخرم، نگاه نمی کنم این لباس زنونه است یا مردونه، میرم چیزی که خوشم میاد و میخرم، یا اینطوریه دیگه. یعنی بله هم میشه. بله چه جالب. پس شما فراد، شما دوست نداری که برای روی خودت برچسب بزنی که بگی آره مثلا من ترنسم، من گیم، من زنم یا مردم. تو هر چیزی که تو رو خوشحال کنه و حس تو خوب کنه اونو انجام میدی. بله. مثلا الان شاید امروز زنونه بری بیرون، شاید فردا مردونه بری بیرون. 100% همین سفری که به هندوستان دهلی داشتیم با شما، بله. اونجا هم اگه دقت کرده باشی من، بله بله دقت کرده، بله زنونه اومدم، یک روز پسرونه اومدم، چون خودتون هم دیدیم. بله چه جالب، ولی من اصلا متوجه نشدم اون تو الان من گفتین. ببینید اینطوریه که هم ویژگی های پسرونه امکان داره داشته باشه هم دخترونه، ولی در افراد این تعادلش متفاوته، فرق داره. مثلا بعضی از نان باینری ها شاید ویژگی های پسرونش بیشتر باشه، بعضی ها دخترونش بیشتر باشه. من ویژگی های دخترونم بیشتره تا پسرونه. همین. خب خیلی هم عالی. بعد خب جسمتون چیه؟ جسمم من چون با جسم اعتقاد دارم که جنسیت رو با جسم نمیشه تعیین کرد، من جسمم رو جسم یک زن میدونم کاملا. من کاملا یک زن کامل هستم. بله بله, بله. خب نه چون من این سوالو میپرسم چون این به ما کمک میکنه که ما راحت تر در مورد موضوع شما صحبت کنیم. مثلا من خودم یک زن کامل میدونم، ولی خب کیره خایم هم دارم، میدونی چیه؟ مثلا من اینجوریم، من واژن 18 سانتی دارم.
17.75. بله خب یکم بازتر توضیح بدین چون تو لایو ما میدونی که همه عامیانه توضیح بدین. من واژن مردانه دارم عزیزم. واژن بله عزیزم. شما خب مثلا ببخشید اینجوری میگم، خب مثلا چون عامیانه بخوایم صحبت کنیم میگن یه مرد یک زن، مثلا خب ببخشید واژن رو برای خانم میگن مثلا آقاه کیر داره خانم کس داره دیگه، چون کسو برای اینکه کسو که محترمانه صدا بزنیم میگیم واژن. خب کیرم چون بخوام مثلا میگفتن محترمانه صدا بزنیم میگفتن چل، چل داره. خب الان این چه مدلشیه واژنه میگیم واژنه؟ ببین من واژن مردانه دارم. واژن مردانه بذارید شکلش رو توضیح بدم شاید بچه ها بهتر فهمیدم، چون که من نمیخوام به واژن نازنینم اسم کیر بچسبونم، برای همین واژن مردانه به این شکله که یک حالت استوانه ای شکل داره که سرش یک کلاهک شبیه قارچ داره کلاه. قارچ هستش. بله درسته. بعد تخمم دارید؟ تخم، بله تخم دانم، دوتا تخم دان دارم. خب ایلو اوکی عالی. خب از این میگذاریم میریم بعد. اوکی الان مجرد یا متحد؟ من در حال حاضر مجردم، سال پیش طلاق گرفتم. سال پیش طلاق. یکم از ازدواج قبلیت بگو. ازدواج قبلیم شوهرم ایرانی بود، بعد 28 سالش بود. بله خب چی شد که طلاق گرفتی؟ طرف چیز بود به خاطر مادر شوهرمون که خیلی دخالت میکرد توی رابطمون، برای همین. خب واقعا اینجوری که فکر میکنم مادر شوهرها خیلی نقش دارن تو بدبختی زندگی های ما. صد درصد. چون میدونی که منم دو تا زندگی مشترکم به خاطر مادر شوهرم به هم خورد. اولی چون مثلا من خودم که شوهر اولم که مثلا من بچه نمیخواستم، ولی مادر شوهرم هر روز میومد یه برچسب من میزد که مثلا تو مثلا رحم نداری، تو تخمدانات فعال نیست، تو پریود نمیشی، چرا بچه نمیاری، من میخوام بچه‌مو ببینم، مثلا نوه‌مو ببینم اینا. خب چون من اون موقع لوله چیز گذاشته بودم، لوله گذاشته بودم، لوله 5 ساله. وقتی که لوله 5 ساله میذاری دیگه نمیتونی برداری تا 5 سال. بعد این باعث طلاقم شد دیگه. بعد بار دوم که ازدواج کردم دوباره مادر شوهرم هی من خواستم حامله بشم، هی مادر شوهرم میگفت من نمیخوام مثلا برچسب مادر بزرگ بهم بیاد اینا. بعد اون موقع حامله شدم، اونجا هم طلاق گرفتم. یعنی کلا یه جور بگم کلا مادر شوهرها توی زندگی های ما یک بدبختی هم. در کل مادر شوهر بیشتر از خوشبختی پسرشون یکم خودخواهن، میدونی مادر شوهر باید بیشتر به فکر خوشبختی و خوشحالی پسرش باشه، ولی خب به فکر خودخواهی خودشه. خودخواهی درسته. اوکی پس ادامه میدیم. پس یه طلاق هم گرفتی بعد از اولا که چند سال بود که فهمیدی یک انسان متفاوت هستی؟ نایم بری 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 هستی؟ بله من از کلاس پنجم بودم. بله اوکی کلاس من. توضیح بده یکم. کلاس پنجم بودم که یکی از همکلاسیام، اون موقع مدرسه پسرونه بودم، یکی از همکلاسیام متوجه شدم که بهش یک حس متفاوتی دارم. بله خب توضیح بده. هیچی که مثلا بهم دست میزد و اینا، من یه جوری میشدم تحریک میشدم، بعد دلم میخواست مثلا دیگه باش از اون کارا بکنم. از اون کارا بکنی، حس چیه؟ دوست داری بدی یا بکنی؟ من گفتم همونطور که گفتم یک زن کامل هستم. بله خب چی یعنی زن نمیتونه بکنه؟ بله 100% زن ها هم میتونن بکنن. اینطوری که من میتونم با شوهرم یعنی هر طوری دلش بخواد در واقع با شرایط کنار بیام، شاید یکی بگه آره قبول کنه یکی نه، من با شرایط میتونم کنار بیام. با شرایط میتونی کنار بیای. بعد اینکه یه سوال دیگه، بعد اینکه
پس بیشتر یک حس کلا زنونه رو داری توی توی سکست، فقط دوست داری مثلا بدی، ولی توی پوششت که مثلا میری بیرون یه روز مثلا پسرونه میری بیرون، یه روز اگه بخوای دخترونه میری بیرون. بله 100%. توی رابطه سکسیت ثابت همیشه، ولی توی استایلت فرق میکنه هر چی که اون روز حس تو بگه. بله مثلا یک روز از خواب بیدار میشم میگم که امروز یک زن خیلی سکسی هستم، و یک روز از خواب بیدار میشم میگم یه مرد خوشتیپم. این کاملا با شرایط و حالت روحی و روانی اون لحظه هم، یعنی لحظه چیز میکنم. بله. خب بعد امیر جان، خب مثلا تو بهترین دوست من هستی، یک سفرم با هم تو دهلی، آره دهلی رفتیم، چون خب 7-8 سال میشناسمت و همیشه لایوات هم دنبال میکردم اولا. خواهش میکنم. خب بعد من چیزی که از شنیده بودم، تو میگفتی که من دوست دارم مردهایی که هیکلی هن، مردهایی که ریش دارن، سیبیل دارن، اونا رو بکنم. نظر در مورد این چیه؟ 100%. بله من این حرف رو گفتم. بله. این رو هم بگم، کسانی رو که برای روابط جنسی میخوام فرق میکنه و کسایی که برای روابط دائمی میخوام فرق میکنه. اگه برای روابط دائمی بخوام میتونم باهاش، گفتم با شرایط اوکی شم، چون که من ورستیل هستم، یعنی میدونین که ببخشید امی جان، چون میدونی که لایو ما یه لایو بسیار، ما میخوایم عامیانه صحبت کنیم و خاطر هم یکم راحت تر صحبت من کن. ورستیل شما ترجمهش کنید چون من نمیدونم فارسی شما. تو ورس چی هستی گفتین؟ ورستیل هم یعنی میتونم با شرایط خودم رو اوکی. بچه عزیز، امیر منظورش اینه که هم میتونه بده هم میتونه بکنه، چون من راحت تر بگم، چون میدونی که لایو ما یه لایو مردمیه و الان 90% کسایی که هستن همشون از تو روستا دارن نگاه میکنن. بفرمایید. بله اگه مثلا طرف مثلا بخوام برای روابط دائمی اوکی میشم، هر طوری مثلا طرف بخواد، اما اگه برای سسک بخوام 100% اونی که من میخوام باید باشه. نه من سوال من اینجا بود، من بود که شما گفتین که من اگه بخوام بکنم دوست دارم یک مرد هیکلی ریش. بله 100%. چرا؟ چون که مرد هیکلی و مردونه بیشتر بهتر میدن، یعنی حال میدن بهتر. حال میدن که یعنی بهتر حال میدن، درسته. میخوای چیز کنی که بچه ها تو بذاری تو سالن؟ چرا؟ خیلی میرم بیان نگاه کن، بذار اون تو در رو ببندن یک ساعت. اوکی سب کنی یکی رو بندازم بیرون، یکی تو فقط. یا تلی تلی بیا یا تلی بلو 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 بلو. اوکی چون با همه ما شروع بنده بفرمی. درسته. و اوکی از این بریم رو سوال بعدی. امیر جان یک، خیلی دوست دارم، احترام زیادی برات قائلم، ولی یکی از دلایلی که ایرانی ستیز و مرد ستیزی چرا مثلا اگه ایرانی ها اگه مرد اصلاح کنم این رو اصلاح کنم، من ایرانی ستیز نیستم، مرد ایرانی ستیزم. مرد ایرانی ستیز خب اوکی، یعنی منظور ما که وقتی میگیم ایرانی ستیز، یعنی خب ما همیشه در مورد مردا صحبت میکنیم، تو که میدونی ما همه همون حامیه بودیم، تاج سرمونن عزیزم، زن ها تاج سر. بله ما همیشه حامیه بودیم در مورد موجوداتی به اسم مرد حرف میزنیم. بله موجودات پشمال و ریش و بوگند. بله چرا؟ دلیل داره من توی ایرانی، اول اینکه خیلی غرور مردونه دارن. بله گوریل هستین، واقعیت رو بپذیرید، گوریل هستین. گوریل بله. بودن هیچ غروری نداره، به خاطر گوریل بودنتون اصلا نباید مغرور شین. این یک. بعد اینکه غرور مردونه شون و اینکه خودشون رو از زنها بالاتر میدونن مردهای ایرانی، در کل بله. هیولاها و موجودات جالبی نیستن و هرچی از موهاشون کم میشه کچل میشن، میره به ریش و پشمشون. سالی یک بار به زور پشم کونشون رو میزنن،
ولی از نظرشون باید زنها بیمو بدون پشم باشن. خب امیر جان اگه ما بخوایم خب اگه در طبیعت رو فالو کنیم همیشه خب همین بوده، مثلا زن یک موجود زیبا بوده، مردم یک موجود زشت، یعنی مرد به خاطر اون چندشیشه که جذاب بوده، به خاطر همین خب چرا مرد باید کونش و پشماشو بزنه؟ بله من این حرفتون رو قبول دارم، اما مشکل من مغرور شدنشونه. بله درست، زیبایی مخصوص خانوماست. بله مردی که خوشکله کونیه، زیبایی مخصوص بله خانوماست. بله بله مردی که خوشگله کونیه. فقط من به خاطر این الان مشکل دارم که این مردها خیلی مغرور میشن. این یعنی یک غرور مردونه دارن، نمیدونم اصلا نمیفهمم، یعنی درکشون نمی کنی. خب بله اگر درک... خود درکش نمی کنی. اگر خب بخوای مثلا تو اگر الان میخوای مثلا دوست پسر داشته باشی یا ازدواج کنی، بازم مثلا غیر ایرانی انتخاب میکنی؟ ببین همه مردهای ایرانی خیلی استثناءات کمی هم وجود داره، 1% آدم حسابی هم مردهای ایرانی، فقط 1%، ولی ترجیح میدم خارجی باشه. بله خارجی باشه. حالا به نظر شما امیر جان، تو که میگه از مثلا 100%، 1% از مردای ایرانی شاید توش خوب باشه، به نظر شما اون 1% گیر من و تو میاد؟ 100% گیر خودم هم اومده تا الان. خب بگو از اون که گیرت اومده بگو. تعریف کنم؟ بله بگو. بله 70 سالش بود و خب چشاش هم خوب نمیدید، بعد اینکه بله. چشاش خوب نمیدید و فکر میکرد که من واژن زنانه دارم و اینکه بله من ازش تا الان 999 میلیون تومن یعنی پول در واقع به هم هدیه داده، واسه هر بار که بله میرفتم خونش 39 میلیون تومن پول میداد به هم. بله خب یعنی چی مثلا خوب نمیدیده بعد تو واژن فکر میکرد تو واژن زنونه داری؟ فکر میکرد که واژن من زنونه است ولی واژن من مردونه بود اون موقع. بعد من از این واژن پلاستیکی ها میخریدم میبستم به خودم و اون چون چشمش نمیدید در واقع داشت واژن با واژن پلاستیکی رابطه برقرار میکرد. نمان مگه امیر جان مگه واژن پلاستیکی هم داریم؟ دیدم من شنیده بودم که سینه پلاستیکی داریم ولی واژن رو نشنیده بودم. بله یک نوع واژن پلاستیکی داریم که مردهای کونی که دوست دارن با مردهای استریت رابطه داشته باشن واژن پلاستیکی رو در لای پاشون قرار میدن و بله به جای واژن مردونه زنونه دارن. بله میکنن. بله بعد چی شد این آقای بعد تو شمایی که اینقدر زیبایین اینقدر غرور دارید و از من خب میشناسم اتون، از نزدیک دیدمتون، ماشاءالله نام خدا هیچی کم ندارید. آره خواهش میکنم، من دیدم دیگه شما رو، تحسین میکنم، افتخار میکنم بهتون. آره دهلی دیده بودم من نزدیک شما رو. چجوری شما با یه آقای 70 ساله رفتی؟ دلم واسش سوخت، چون که از دلم طرف کانسر بود. یعنی گفتم فارسی صحبت کنیم، ما گفتیم که همه روستا دارن نگاه میکنن. طرف سرطان بیضه داشت، منم دلم واسش سوخت، برای همین گفتم این بله این آخر عمری. دکتر جوابش کرده من یه پاش لب گور بود، گفتم من دیگه با این حال یه حالی در آخر عمرش بهش داده باشم، اونم یه پولی به من داده باشه. پس تو کار خیرم هستی؟ بله من این 1 میلیاردی که از این آقا گرفتم رو کاملا جدی دارم میگم. فکر نکنید همش رو واسه خودم خرج کردم، تقریبا 500 نزدیک 500 میلیون 450 میلیونش رو بله. به امور خیریه من خرج کردم. چه خیریه ای دارید شما؟ من خیریم از برای حمایت از موجودات اگزوتیک هستش.
گفتم فارسی، خواهش میکنم. خیلی معذرت میخوام چون فارسیش میدونی که من الان 4 سال افغانستان زندگی میکنم، نمیدونم فارسی بعضی کردم. خب ببخشید، افغانستان که فارسی انگلیسی صحبت نمی کنم، فارسی صحبت می کنم. نه پشتو حرف میزنم بازم نمیفهمم. به من فارسی تو لطفا بگید که چون من این برام این بس موجودات اگزاتیک یعنی موجودات خاص و نه کمیاب. بله خب برای بیماری های خیریتون 500 میلیون دادید برای خیریه، برای موجودات خاص یعنی آدم هن و موجودات؟ بعضیاشون بله بعضیشون آدم بودن. خب بعد اینا چه جور آدم هایی هستن؟ مثلا اینایی که مثلا چی بهش میگن؟ کسایی که جانبازن، مثلا 99 درصد جانبازن، 100 درصد جانبازن، یا کسایی که رفتن تو جنگ شهید شدن، یا چیه مثلا موجود بیماری های خاصن؟ یکم بیشتر توضیح بدیم ممنون میشیم. یه قسمتش که برای حیوانات، برای مثال برای چیز خرج کردم، مثلا یه قسمتش رو برای تحقیقات در مورد مورچه های قرمز من خرج کردم، یه قسمتش هم بله موجود خاص انسان بودن، ولی انسان چیز نه، انسان مثل ما نه، انسان های اولیه بودن. انسان اولیه. امیر جان چرا مثلا آدم های خاصی که مثل من و تو هستن دستمون توی خیر بیشتره تا استریتا؟ 100% سوال خیلی زیبایی پرسیدین. دلیلش 100% اینه که چون که ما اون چیز رو تجربه کردیم. اسمش چیه بگو تا من بگم. اون سختی رو نه فرق میذارن بین آدم ها. چی میگه اسمش؟ تبعیض. بله تبعیض. اون بله. تبعیض رو ما چشیدیم، درک کردیم و حتی اگه ببینی به صورت یعنی بیشتر مواقع افراد سیاه پوست خیلی مهربونتر از افراد سفید پوستن توی دنیا. بله. یعنی شما که در آمریکا زندگی میکنین این رو بهتر میفهمید، این که من میگم افراد سیاه پوست خیلی مهربون ترن. خب و چون اونا هم تبعیض دیدن، دلیلش خیلی ساده است اینه. یعنی به خاطری که ما سختی زیاد کشیدیم به خاطر اینه. 100% 100%. سلام علیکم و رحمت الله، حالتون چطوره؟ چیز ببخشید، چیز آقای میسن، خانم دهقانی، امیرجا مهمان منه. بله. میتونید سوالی داشتید اجازه بگیرید بپرسید. ممنون. آها اوکی. این امیره خودمونه؟ بله یا... ازم میوت کنید، یه سلام بکنید بچه ها، میوت کنید هر وقت سوال داشتید. سلام بچه ها، سلام، با اجازه ببخشید من میوت میکنم بعد میوم میکنم. بله خواهش. خب اوکی ما ادامه میدیم، هر وقت سوالی داشتید میتونی اجازه بگیری از مهمانمون بپرسید. من یکی دیگر رو بیارم که مهمان بره بالا، طبقه بالا. اوکی. اینه من برای بچه امیر جان، تو یه دیدم با بچه ها صحبت کن، کامنت ها رو بخون تا من یکی دیگه. ببخشید من یه سوال داشتم، ایشون همون میسمی نیستن که میگفتن دوست دارم دختر کنم و انگوش کنم؟ بله خودشونه. خوشبختم. خواهش. من سلام خانم بیوتی. بله. من کی گفتم دختر کنم بذاره؟ تو یکی از لایوات شما لایو همین عزیز دلم، شما صبح تا شب دارید لایو میذارید، یکی بیاد اونجا بذاره، یکی اینجا، یکی درم بذاره، یکی جرم بده، یکی حالم بیاره. مادر گرام میتونه. ببین با مادر کاری نداشته باشا، گام به گام نه ندام میگم بچه دعوا نیستش آقا میسم. ببین آریا من به خاطر تو اومدم، اگه بخواد این کونی گود زیادی بخوره کونشه که ایتی. ببین کونه به دروازه میکنم. اوکی آقا یه دفعه کونه رو میکنم تو کونه دا. اوکی میوت کنید. چی میگه ابرو خمیده؟ زر نظر میدم رو لباد، لباد فقط بذار لکونه آریا فعلا که گوه خوری نکنه. آشغال
من روزم برای تو نمیدم، ریدم رو لبات، ریدم رو دماغت. گو نکن نرین گوش امیر جان، امشب شما مهمان منه. بچه با مادرها شوخی نکنید، با مادرها شوخی نکنید. بخوای فوش بدی اینجا ننه دا میگم حواست دا جان. گو نکن، آقای دهخانی، آقای دهخانی با مادرها شوخی نکنید. آره من فقط به خاطر تو اومدم. اوکی چشم، به خاطر من اومدی با مادرها شوخی نکنید. ما شهید دادیم، ما شهید دادیم که ناسم ناموسمون در امان باشه، نه که امروز بیایم تو لایف به هم دیگه فوش خوار مادر بدیم. ما 8 سال دفاع مقدس نکردیم که امروز بیایم تو لایف تو سر کله هم بزنیم و ناموسمون رو کس ننمون مایه بذاریم. ما اگه می‌خواستیم کس ننمون اینجوری حراج بذاریم دیگه نمی‌رفتیم جنگ. 8 سال دفاع مقدس نمی‌کردیم. پس بهش لایف های مادران احترام بذاریم، یا احترام بذاریم یا با هم یک تیم باشیم. من لایف ها میبندم، من مریضم، ممنونم. آقای سلام، به بنای حضرت عباس، سلام، خوب هستید؟ ببخشید، یعنی حضرت عباسی تو به مکی امیر بیوتی، یعنی به خدا من فقط به خاطر آریان چیزی بدنم. مگر این لواره خدا خیرت بده. من لایو ادامه میدم. بهار خانم، آقا میسم، میوت کنید، سوالی داشتید باز کنید بپرسید از مهمان عزیز. ممنونم. میدم رو کلاگیس. میگه کلاگیس بدبخت کچل فکر میکنه همه مثل خودش کچلن. میگه کلاگیس اونا اصلا تو بابا کلاگیست که داره باد میبره، چی کوندم حالا باد میبره با این یه ذره جوش چرکی زده بعدش سینارت این بری کرده و یه تاپ هم پوشیده، ریدم رو تاپه. بفهم. خب اوکی بچه دیگه به چیز آقای دهخان میوت کنم. ببین فقط به خاطر آریان چیزی بد نمیگم، چون هم استایلشو داره، هم سر زبونشو داره، همم خدایی چه کلاه قشنگی گذاشت. این میسم که یعنی درد من آریان بخوره هرگم کله. تو اینو آدم کردی. اوکی بچه ها، آقا میسم لطفا شراب داغه، لطفا میوتش کن. آقای میسم خواهش میکنم. به بلای علی یه بار دیگه بیاده بکنه بچه ها رو میپسم. اوکی به خاطر من خدا رو خیرت بده، انشالله خدا حاجت تو بده، میوت کن. خواهش. ممنون. خب امیر ادامه میدیم. بفرمید گلم. خب آخرین بحثی که ما کردیم این بود که خب شما یه خیریه دارید که بله. به آدمای خوب بله. اون پیرمردی که 1 میلیارد به شما پول داده بود، 500 میلیونشو داده بودید برای خیریه. بله. که حرفتون، من یه پارانتز باز کنم. من این کاری که میکنم شاید به نظر بعضی کار بد باشه، ولی من در واقع رابین هود زمانم، رابین هود زمانم، از ثروتمندا میگیرم میدم به فقیرا. بله. و کمک بفرمایید. بله واقعا جا داره اینجا که به احترام بلند شم. ممنونم. اینجا جا داشت که به احترام بلند شم. اوکی بعد شرایط این آقا چی؟ الان مردن یا زنده هستن؟ ایشون متاسفانه فوت شدن، برای همین دیگه من کات کردیم، دیگه فوت شدن. فوت شده. اسمشون چی بود خدا بیامرز؟ اصغرعلی. اصغرعلی. بعد جرنش چیه که این چه اسمی داشتن؟ اینا که خیلی پولدار بودن، چجوری اصغرعلی شدن؟ از این پولدارایی که گاو دارن توی روستا. بله درسته. اوکی. امیر جان اسم زنونم داری یا نه؟ دوست داری همیشه با امیر سر؟ من اسم زنونم امیر ناز هستش. امیر ناز هستم، درست؟ بله. خب امیر، خانوادت چطور؟ باد اوکی هستن تو این شرایطی که مثلا؟ بله کاملا اوکی هستن. اوکی هستن، یعنی با این پوششت، با این رفتارت، با هر جوری که هستی، یه روز پسرن یه روز دخترن مشکلی ندارن؟ نخی، حتی خود یعنی عموی من، خانواده ما، فامیلمون خیلی پذیرفتن این مسئله رو. عموی من خودش دو جنس هست. وا چه جالب شد، یعنی چی دو جنس هست؟
یعنی عموی من هم کیر داره هم کست داره، عموی کوچیکم. عموی کوچیکه چند سالشونه؟ ایشون زن هم دارن، بچه دارن سه تا. ایشون چند سالشونه؟ 44 سالشونه. بله. یعنی چی؟ من ندیدم. یعنی خب مثلا من دیده بودم که مثلا خودم مثلا سینه دارم، کیر و خایم دارم، ولی ندیده بودم یه کسی مثلا هم کست داشته باشه هم کیر. ببینید اینطوریه که بالا کیر دارن، پایین کیرشون به جای خایه کست دارن و خایه ندارن. چه جا؟ آخه چه جوری؟ آخه چه جوری؟ علم دیگه، علم کار خود است. اوکی. بعد امیر وقتی راه میره کونش میفته رو زمین یا دولش؟ دولش دقیقا همون جایی که شما دولتون اونجاست، ولی خایه ندارم به جای خایه. آریان ببین دوباره داره تیکه میندازه. نه خب شما تو خدا این اونه مغزم داره میگه دولش همون جایی که کیر تو هستش. درست جوابتون میدم. از خب تو اصلا مگه دیدی که میگی جای تو؟ میگم کیرش دقیقا اونجاست که کیره همه مردم اونجا میشه. یعنی آریان جان چرا نمیگی چیز آریان؟ آریان ببین الان قشنگ خب به من بگو، من که مشکلی ندارم. بگو به من. آریان جان ببین من به جرأت میگم الان لاپای تو یه چیزی اندازه بیل دست کلن. بله چون دوست. دیدم تو زاموهات قشنگ میرسه. بله اوکی اوکی اون اونی که آریان داره در همون جا. امیر بیوتی وقتی دارم درست صحبت میکنم یه لحظه خفه شو. شما نفهمیدی من چی گفتم، برای همون سوء تفاهم پیش اومد. من متوجه شدم. خب بچا لطفاً آقای دهقانی، امیر جان مهمان من، اصلا الفاظ خفه شو مادر خواهر لطفا رعایت کنید. من اصلا اولا که مهمون در کونش سرخه، این الان در کونش که سرخه لباش هم سرخه، فقط لبا ده بذار کناریه. بفهم میدم نمیدم میوت کن. بعد امیر جان سوال من این بود که شما میگید که کیر دارن خایه ندارن کس دارن، بعد ایشون چجوری ازدواج کردن سه تا بچه زاییدن؟ تخمه داخلی دارن، بیزشون داخلیه، داخل شکمشونه. بعد تو میگی 44 سالشونن، چقدر مثلا، ولی چرا مثلا من اولین باره که از زبون شما میشنوم، چرا مثلا اینو جهانی نمیکنن، چرا پزشکا روش کار نمیکنن؟ افراد سه جنس وجود دارن و این هم حتی میتونن برن تحقیقات کنن و در جهان وجود داره. برای همین خب میدونی که شهر تبریز یکم شهر متعصبی هستش، از ترس حالا جامعه یکم آره قایم کردن این مسئله رو. درسته، ولی الان اوکی هن. درسته الان فامیلا خانواده اوکی هن. حتی ایشون عموی من بعض وقتا که با زنشون دعوا میکنه میره با مردا سکس میکنه. با مردا سکس میکنه. درسته. خانم دهقانی چرخید، من یه دوست دیگه رو بیارم. بهار جان اگه سلامی هست بفرمایید. نه نه خسته نباشید، داشتیم گوش میکردیم امیر جان صحبتشون رو. اما مثلا عموشون بعد پریود که نمیشن؟ نه عموی من چون که بیزه دارن تخمدان رحم ندارن، بریوت نمیشن. نه پسشون در واقع تزئینیه، یعنی یک کیر در حد 10 سانت فقط میره توش، بیشتر از 10 سانت جا نداره. و این رو هم بگم همزمان از کیرشون و کسشون جیش میکنن، این قابلیت هم دار. مرسی جواب. خواهش میکنم. خب من یه دوست دیگر رو بیارم. و پریود گفتن نمیشن، درسته؟ چون که بیزه دارن، تخمدان ندارن، نقی رحم ندارن، پریود نمیشن. بعد ببخشید البته این که سوالی که من میپرسم، حاملن میشن؟ نه چون که تخمدان ندارن دیگه. تخمدان ندارن. بله. خب نه چون که درسته.
من یه دوست دیگر رو بیارم و بعد ما لایو رو ادامه بدیم. خیلی جالب بود، من این نشنیده بودم این چیزا رو. سلام خانم جوادی، خوبی، خوش اومد. بعد ببخشید امیرشون اومد، این سه جنسه اسم خاصی دارن که سه جنسه که نمیتونیم بگیم مثلا اسم خاصی دارن. سه جنسه اسم علمیش میشه اینترسکس. سلام دوباره. سلام، خوبی؟ خیلی خوش اومدی. خوبی همین، خوبی نهار خانم. شما خوبی؟ چه خبر؟ پر میسم کجا هست؟ چی خانم جوادی، اگه سلامی هست برای بچه ها، اگه نه میوت کنین، سوالی داشتید میوت رو باز کن، سوال بپرس از مهمان عزیز امیر جان. چی بپرسم از امیر جان؟ نیور مایند، ببخش من اشتباه کردم، راحت باشیم. ایشون اصلا نمیفهم میوت یعنی چی. امیر تو پسر یا دختری؟ پسر هست امیر. من نان باینری هستم. اوکی من ادامه میدم. اوکی چیز کن، میوت یعنی از مین صدا تو ببر، هر وقت سوال داشتی باز کن، از امیر سوال تو اجازه بگیر. مرسی. اوکی امیر جان، اولین رابطه تو چند سالگی بود؟ اولین رابطه هم تو 17 سالگی. 17 سالگی بود، یعنی با همون شوهرت یا اینکه با دو چیز دوست پسر اینا؟ بله، من اعتقاد به رابطه قبل از ازدواج ندارم. بله با شوهرم. یعنی چی ازدواج؟ خب مثلا ما مسلمونا خیلی اعتقادمون قویه، چون مثلا من خودم درسته از دهنم گرفتیم. بله. یعنی چیه؟ آره، یعنی خب بخاطر تجربه شخصی خودم بگم، این مثلا خب بگم مثلا ما مسلمونا، مثلا من خودم مثلا تا قبلی که ازدواج نکرده بودم باکره بود، یعنی ما اعتقاد داریم مثلا من اعتقاد دارم که شاید مثلا ازدواج ناموفقی باشم، ولی باید شوهرم مثلا پردمو بزنه، اولین کسی که منو میکنه و از من لذت میبره شوهرم باشه، بعد مثلا همیشه شیش بعد نمازم و روزه و اونا همه چیش هست. درسته که مثلا شیطونی من میکنم، کنه من میدم اینا، ولی خب کنارش اعتقاداتم خیلی برام مهمتر از رابطه است. پس شما مثل من بودید و اولین رابطتون با شوهرتون. من یه چیز بگم، خدا رو شکر الحمدلله مسلمونیم، برای همینم اصلا که رابطه قبل از ازدواج اصلا اعتقاد ندارم. بعد این که بله الحمدلله انشالله. بعد چی شده؟ گفتی شوهرت 28 سالش بود، فامیلن آشنان غریبه در همسایه؟ پسرمون بود. پسرموتون بود؟ نکنم اون پسرموتون که عموتون سه جنسه بوده. نه پسرمون عموی بزرگم، ایشون خب بعد اومدن خواستگاری از شرایط شما اوکی بودن که شما مثلا یه روز دوست داری پسر باشی، یه روز دختر باشی، مثلا واژن مردونه داری؟ بله اومدن خواستگاری، قبلش حالا با تلفن و اینا با خانوادم حرف زده بودن، بعدش هم دیگه با شیرینی و گل اومدن دیگه. بعد خب اوکی اومدن صحبت کردین، شرایط مهریت چقدر بود؟ مهریم به نیت 10,000 پیامبر، 10,000 تا سکه تمام بهار آزادی. 10,000 پیامبر میگی؟ 10,000 پیامبر داریم ما؟ 10,000 خورده ای الان دقیقی هم نمیست حضور زهر نداره جانه را جسی پیامبر را 10,000 تا پیامبر کجا خواه کندینا؟ نمیدونم. خب اوکی 10,000 تا، بعد 10,000 تا چیز مهریت بود. خب مثلا ما مثلا ما جهاز نمیدیم، مثلا میگیم مثلا خانواده داماد باید، اولا که یه شیربها از خانواده داماد میگیریم، مثلا من برای ازدواج خودم پدرم از شوهرم مثلا 15 میلیون گرفت 30 سال پیش، و اینکه جهازم با پای خانواده داماد بود دیگه همین. برای شما چجوری؟ شما جهازتون پدرتون داد یا عموتون یا چجوری شد؟ جهیزیه کاملا از طرف خودم بود، اما شیربها من بله شیربها 140 دستگاه شطور گرفتیم. دستگاه؟ تو کجا؟ من کجا میگیری و میاری؟
هزار پیامبر، یه پیامبر اما آریا عارفی است بکنه. شیربها چند تا شطور؟ 140 دستگاه شطور، 140 شطور. یعنی قبل از خب مثلا شیربها رو قبل از ازدواج میدم مثلا شما گرفتی؟ بله من حتی در من خونه شوهری یک قبلی داشتیم، یک طویله ای داشتیم زیر زمین، اونجا بود 140 شطور داشتیم. طویله گوسفندا بوده. درسته. بعد الان چی این 140 تا شطورا کجاست؟ بعد از طلاق فروختم. بعد طلاق فروختی، درسته. خب اوکی، بعد دلیل طلاق چی بود؟ دلیل طلاقم این بود که کلن زیاد با هم فکرامون و اینا زیاد چیز نمیشد و قمارباز هم بود متاسفانه. شوهرم قمار باز. من که الحمدلله مستمرم نمیتونستم قبول کنم قماربازی کنه شوهرم. درسته. چرا ما مسلمونا با چیز حروم مخالفین؟ چرا مثلا سر سفره ما حروم نمیسازه؟ بله چون که کلا حرام چیزیه که روزی رو از بین میبره، برکت روزی زندگی. بله برکت رو میبره. بعد اینکه 17 سالگی ازدواج کردی با پسرمود، اگه مشکلی نداری اسمشو بگو. اسمش علی اصغر. علی اصغر که اسم اون سرطانیه بود که مرد. علی اصغر. بعد یه سوالی امیر جان، مثلا خب میدونی که ما مسلمان ها به وکالت خیلی چیز داریم، اعتقاد داریم ما باید شب عروسی پردمونو بزنن. آیا خب ما من و تو که مسلم پرده داریم، پاکیم نام خدا، ماشاءالله سر سفره پدر مادر بودیم، نون حلال خوردیم، ماشاءالله از پایین تا بالامون باکره و پاک هستیم، ولی چی میخوام بپرسم که آیا شوهرت پرسیدی که آیا اونم باکره هست یا نه؟ متاسفانه خودت که شرایط ایران رو میدونی، من رو بردن تست باکرگی گرفتم ولی خب متاسفانه از شوهرم خبری نداشتم. خب یعنی مادر شوهر شما رو برد تست بکارت، شما بکارتتون سالم بود ولی شما بزور. بگو به زور چی؟ من مقاومت کردم چون که بالاخره تست بکارت توهین به من بود یعنی، ولی به زور بردن و گفتن که اگه نری تست بدی اجازه نمیدیم با پسرمون ازدواج کنی و اینا، تهدیدم کردن، گفتن تو فامیل آبروتو میبریم، برای همین مجبور موندم که برام تست پرده بدن. خب چرا تست پرده؟ خب عمود بود میشناخت تو رو، پسر عمود بود بعد تو رو میشناخت، بعد این شم اینه که خب شب عروسی دستمال نشون میدیم که خونی شده، چرا که ببرنت؟ بعد چرا آبروی تو ببرن؟ سوال خیلی خوبی بود چون که در فامیل های ما، در خانواده ما یک رسمی هستش اون تست بکارت که میاری نگاتیو در میاد یعنی باکره هستش، اون رو قاب میکنن، چاپ میکنن، میزنن تو دیوار اتاق خوابشون زن و شوهر که هر کسی میاد ببینه. خب چه جالب. ببین چون منم که مثلا منم مادر شوهرم که منو برد دو بیمارستان امام هادی روبرو پارک پارک وحدت مشهد، اونجا منو بردن تست بکارت، خب مثلا من چیز بودم، بکارتم منفی در اومد. بعد آره. مثل بیماری هستم اونایی که دارن یعنی سالم بکارتشون یه تیک سبز میزنن اونجا منفی میزنن، اونایی هم که ندارن مثبت، مثلا اونایی که مثلا گشادیشون بیشتره مثلا چند تا مثبت دیگه. خب یعنی منظور میگم که نه شما گفتی قاب کردن، این برام جالب بود که مثلا الان بعد که وقتی که رفتم منفی بود تست بکارتم، چون من تو که وقتی که بچه بودم مثلا وقتی که 6 ماه هم بود دوچرخه سوار می‌شدم، بعد بکارتم رو سر دوچرخه دست داده بودم، من خیلی دختر شیطونی بودم تو کودکی، همین 2 ماه 3 ماه هم بود همیشه دوچرخه 28 سوار می‌شدم، این دوچرخه 28 بود، بعد این من به این صندلی رفته بود تو کوسم بکارتم رو دست داده بودم، بعد
آره بعد دیگه اون توی بیمارستان بعد منفی نشون داد، بعد اینا رفته بودن اونا بنر کرده بودن گذاشته بودن سر دیوار کوچه‌شون که مثلا عروسمون به درد نداره. من رسم اینطوریه که با عکس هم میگیرن، بعد از پرده هم عکس میگیرن، پرده رو جدا میزنن یه جا توی اتاق، دیوار عکس بله. پرده بکارت رو بعد تستم که نوشته که بله شما پرده دارید، شخص مثلا امیر بیاتی فرزند اسقرعلی پرده را خواب میگیرن اونم درست همه جا پرده دار عکس میگیری یا خواب میگیری پرده دار چرا؟ خواب میکنن تو خانواده من رسمه. از اون دودول هم عکس میگیرن و خواب میگیرن از دودول دودول نه از پسر از شوهرم نه از دودولش عکس نگرفتن. اونا بگی بذار بغلش قاب بگیرید و بذار تو رسممون نیست، تو خانواده ما رسم نیست، فقط دختر رو میزنن عکس پرده دختر رو. درسته بهار جان سوالی هست در این موضوع بفرمایید. همین الان پرده رو تو میدید نشستم ایشونو بردم ماینه با مادر شوهرتون درگیری نشدین؟ من درگیر شدم بعدش پزشک قانونی هم رفتم، ولی اون یه بحث جداست، نمیخوام اینجا زیاد وارد جزئیات بشم خیلی طولانی میشه. ولی به من خلاصه بگو. بله قرص خواب خورونده بودن، قرص خواب خوروندن من رو بردن چی بردن این خواهر شوهرم و مادر شوهرم بردش منو پزشک که منو تست بکارت بدم. بعدش من به هوش اومدم دیدم یکم واژنم انگار دست خورده و یه جوری انگار یه چیزی رفته بود توش، یعنی دست خورده شده بودم، حس این داشتم که تجاوز شده بهم. بالاخره بعدم قرص خواب میخوردم میبرم این کارو میکنم. بعد که به هوش اومدم حالا فهمیدم قضیه چیه، منم دیگه به روی خودم نیاوردم. یه شب که رفته بودم خونه مادر شوهرم گفتم حالا صبر کن منم با سلاح خودت تو رو میزنم. من قرص خواب قشنگ آب میوه درست کردم واسش، آب انار درست کردم، تو آب انارش قشنگ یه قرص خوابم انداختم، بعد اینم خوابید. بقیه بچه‌ام خانواده رفته بودن چیز شهر بازی، من مونده بودم خونه. بله بعد این که بیهوش شد با یه بادمجون برداشتم بادمجون رو کردم تو کسش، همونطوری ولش کردم، شلوارش هم در بردم به نیت ماینه دیگه، به نیت ماینه. برای بیرون از بیرون که اومدن دیگه همه دیدن این خوابه بادمجون رو پاره کردی، همین پردکون رو پاره کردی یا کسا از جلو بادمجون گذاشتم واسه تلافی کردن ایشون، تلافی کردن. بله تلافی کردم. پرده خودت هم میذاشتی تو اونجا تلافی میکرد، پرده خودت هم دوباره میذاشتی تو اونجا که تلافی میکردی. نه دیگه دیگه با بادمجون من تلافیش کردم. ایش کردی اوکی. چیز خانم جوادی گفتم هر سوالی داری اجازه بگیر برای نظم لایف. اوکی من نگاهی باید این سوال ها گفت 10 میلیون امام داریم، من این هم نبوجایش تو 10 میلیون امام هر سوالی داری، هر سوالی داری اجازه بگی بگو هم سوال دارم بفرمید به خاطر نظم داری. یه خوب بخیرم با دهنم ها، یه خوب بخیرم با دهنم ها آریا ممنون. خب بر سوال سمون شد من ادامه بدم. آره اوکی امیر جان من ادامه میدم. بعد که مثلا اولین رابطت با شوهرت بود پسر عمود اسخر جان، بعد طلاق گرفتی به خاطری که قمار میزد، به خاطری که ما مسلمون هستیم نون حرام تو سفرمون جایی نداره و اعتقاداتمون مهمه، یکم از شب عروسیت بگو از زمانی که پرده گذاشتی. شب عروسی من اول روزم واقعا خیلی یکم پر استرس و سخت بود واسم، و شوهر من هم میدونی که مرد ایرانی رو میدونی گوریلن، همشون گاون، میدونی اصلا ناز و اینا بلد نیستن. خب بالاخره باید طرف آدم رو آماده کنه برای شب اول که یکم دردناکه دیگه، مثلا نازش کنه اولش، مثلا حالا معاشقه کنه، make love یعنی توی انگلیسی میگم make love یعنی عشق بازی، yes make love معاشقه،
بعد ایشون هم که نه توف هم نزدن، خشک خشک پرده من رو زدن، پرده زدن. خب بعد بر من همون شب اول حامله موندم. بعد چه حسی داشتی؟ واقعا حس حقارت میکردم. شب عروض اول عروسیم شد یک واقعا زهرمار شد برام، زهرمار شد. بعد اینکه امیرشان مثلا، خب مثلا من وقتی که مثلا من از چون همیشه از خودم مثال میزنم که راحت تر درکم کنی، مثلا من وقتی خودم مثلا که اولین ازدواجم که با پسر خالم بود، مثلا من مثلا چون خب من مادرم مرده خدا بیامرز روحش شاد، مثلا خالم جای مادر آره زنده باشید خدا رفتگان شما رو بیامرزه، مثلا من آره من خالم مثلا مثل مادر برای من بود چون خالم منو بزرگ کرده بود اینا. بعد به من مثلا اون یاد داد مثلا که گفت مثلا شب عروسی مثلا باید این کارو بکنی، باید مثلا پاتو 180 درجه باز کنی، باید مثلا آره اینجوری مثلا چه آمادگی به من میگفت مثلا آره آره گفتش کاری به من جان شما بگی تا من بگم بفهمید. آره به من مثلا چیز کرده بود، بعد به من دوتا روش داد، گفت یا پات 180 درجه باز کن یا با دوتا تناب ببند به سقف که مثلا راحت تر درد نکشی اینا. بعد مثلا برای من یه تشتم گذاشته بود که مثلا وقتی پردم و زد خونش بریزه اونجا مثلا رو زمین نریزه و از این حرفا. این کارا همه رو به من یاد داده بود، ولی باز من مثلا شب عروسیم شب موفقی داشتم. مثلا یه روغن نباتی گذاشته بود که کلا ریخت تو پستم شوهرم، مثلا دردی حس نمی‌کنم بعد کلا، بعد اینکه پردم وسط بعد کلا حواسش خیلی هیجانی شده بود، روغنه رو گذاشت توش. صبح اومد بیرون چون من پاهم بسته بود به تناب به سقف بود دیگه، دستام بسته بود هیچ دسترسی نداشتم هیچ کی کمک. خب حالا این تجربه من بود، میگم برای شما کسی بود که کمکتون کنه؟ بله من یکی از دوستای صمیمی به هم گفتش که کره بکن تو واژنت. من نصف کره رو کردم، یعنی ولی بازم درد داشت. شکم کره آب نشده بود تو برای همین. آره یعنی چی کره بکن تو واژن؟ گفت خانم خانم جوادی از این بزرگتر نمیشی عشقم. بگو عشقم از این بزرگتر نمیشی یا؟ وقتی امیر میگه مردا خرن گاوم واقعا ایمان میارم. آری از سر بزمین کن به هوا الان کن منم که تو برده دازه دندو. اجازه بگیر سوال بپرس. اجازه بفرمایید. بله بگو سوال چیه؟ های معمولی از این کره مستدلی های میهن نصف از این کره های مستدلی میهن نصفشو به برگو بعد قبل یه ساعت بکن تو واژنه. و من این کار کردم ولی بازم درد داشتم. درد داشتی با این که پاس خوبه اونان اون که میگی شوهرت هم توف نزده بود؟ نه اصلا. بعد شما چی؟ مثلا من میدونم که خب مثلا شما در تبریز زندگی کردی درسته؟ درسته. بله خب من میدونم که ترک ها تبریزی ها خیلی حتی خیلی فرهنگشون سخت‌تر و اعتقاداتشون بیشتر از مسلمان هاست تو این بکارت و اینا. و شما چه رسمی دارید؟ شب عروسی دستمال قرمز میدید به مادر شوهرتون یا مثلا مادر شوهرتون؟ مثلا من خودم خالم بالا سرم بود. شما چی؟ ما رسمون اینه که زبون شوهر وقتی پردتو میزنه و خون میاد باید یک ذره لیسش بزنه از خون که دهنش که سرخ شد بیاد بیرون از اتاق، زبونش رو نشون بده که دهنش سرخ شده خونه پرده است. تو خونه یعنی پرده است زبونش رو اینه درسته لبش اطراف دهنش لب دهنش عالی. من نمیدونستم اینم جذابه برام. این رسم تبریزی است. بله نه برای من چیز بود، مادر شوهرم بالا سرم بود بعد که چیز اومد، بعد من خیلی خونم زیاد بود بعد چیز کرده بودم یه تش زیر کسم گذاشته بودم، وقتی که پردم رو زد همجوری خونم میومد شده بود یک
ده لیتری خون شده بود. بعد من مثلا بعد اینا رو خونه من رو ریخته کنار خونه ما، یه زمین کشاورزی بود، سالها بود که مثلا سبز نمیشد. بعد همون شب خونه پرده من رو ریخته بودن تو زمین که فرداش بیدار شدیم دیدیم اون درخت رو انار و گلابی بشه. ما اعتقاد داریم که پرده بیکارت چیزه شف... یعنی خیلی برکت داره. آریان پرده دار میداد به من به اتاقم میکردم، آریان پرده دار میداد من به گل اتاقم میکردم. آفتاب بیاتون مهمان سوال کنید، از من سوال نکن خانم جوادی. این برای خونه پریود هم درسته که خونه پریود رو در خاکی که حاصل خیز نیست بریزید، در از یک هفته اون خاکی حاصل خیزی پیدا میکنه که پیدا میکنه. بله درسته. خب اینجوری ادامه میدیم، من سوال بعدیمو میپرسم. بعد طلاق گرفتی، مهریت هم گرفتی، بخشیدم بعد... بخش. مهریت بخش. فقط 140 دستگاه شطور رو گرفتی؟ بله فقط 140 دستگاه شطور رو گرفتم. گرفتی. بعد سه سال پیش شما مهمان شراب داغ من بودی. درست. من یه سوالی ازت پرسیدم، گفتم که آینده تو چی میبینی؟ بله درسته. میخوام ببینم که آیا میخوای همون جواب قبلی رو بدی یا چنج شده. بله در اون شرب داغ الان هم ویدیوش خیلی پخش شده. بله انسان ها تغییر میکنن، اون موقع شاید یک هدف دیگه ای داشتم و به اون هدفم خیلی قبل‌تر رسیدم. همون روز بعدش گفتم آیندم اونه، فرداش به اون هدفم رسیدم. اما ببخشید یه لحظه قبل از اینکه بچه، چون خب شد خیلی از بچه ها ندیده باشن سه سال پیشو، خب من همون سوال فکر کنم سه سال پیشه و من اونو ازت میپرسم. امیر جان آینده تو چی میبینی؟ من آینده رو کیر میبینم. کیر میبینی. خب اوکی، الان این مال سه سال پیش بود. آره بله، این مال شراب داغ سه سال پیش بود که تو مهمان من بودی و ازت پرسیدم آینده تو چی میبینی، گفتی که کیر میبینم. و گفتم چرا، تو گفتی بگو. یادم نیست اونجا شما راسته شده، چون به خاطر اینکه گفتی که کیر میبینم، گفتی که میخوام دستگاهی یه کارخونه دیلدو کیر سازی بسازم، یادته؟ آره اونو ساختم، اون الان هست داری کار میکنه. اوکی خب الان بعد سه سال الان آینده تو چی میبینی؟ الان تنها هدفم کمک به بشریت، یونیسف، سازمان ملل، کمکم فقط به سازمان حمایت از کودکان، یونیسف، سازمان بین الملل و کمک به حیوانات. در کل خودم رو در راه خیریه دارم گذاشتم، یعنی کار گذاشتین. بعد آرزوت چیه؟ آرزوم اینه که خدای بزرگ، خداوند بزرگ، الحمدلله مسلمونی، میدونی خودتم ماشاءالله. بعد... خدا بله خدا به همه اونقدر چیزای خوب بده، خوشبختی بده که حسادت بقیه رو ماها رو نکنن، که خودت هم الان در حال حاضر آمریکایی و بقیه ماها زندگی خیلی خوب و راحتی با آرامش داریم. خدا میخوام به همه بده که حسادت بقیه رو ما رو نکنن که بیان گه بخورن. خب امیر جان مثلا شما میگی مثلا حسرت زندگی ما رو نخورن، ماها خیلی زحمت کشیدیم، ما تو این جامعه، تو این دنیا خیلی قربانی شدیم. مثلا ببینید من الان 15 سال دارم میدم، من نان استاپ 15 سال دارم کون میدم، کدوم از اینا که نان استاپ الان دارن از روستا میبینن، وقتی من میگم یه روستا الان چه میدونن نان استاپ چیه. I'm so sorry about that. ببخشید یه غلطی شد. نان استاپ یعنی این که من بدون وقفه، یعنی بدون این که اصلا بین دادنم مثلا تایمی باشه، زمانی باشه، مثلا من دارم، من الان 15 ساله دارم میدم
خب 15 سال کون دادم که امروز به اینجا برسم. یعنی چرا من دلیل نمیدونم که مردم به من حسودی کنن. کی الان تو لایو؟ الان خانم جوادی شما چند ساله؟ چند ساله داری میدی؟ میدم. بله. به کی میدم؟ این اصلا ایشون پرتم، من معذرت میخوام. راحت باشین شما. میوتم نکردم. من معذرت میخوام. I'm sorry about that. ببخش. I'm sorry about that. شما راحت باش. شما هم کامنت ها رو نگاه کن. ایشون اصلا از این اصلا از فرط ایشون. چون جز این لایف حساب نکنید اینجا. خب الان من با این سیبیلم بدم. نه منظور میخوام بگم مثلا I'm sorry about that. شما راحت باش. نه مثال میگم فرق نداره. مگه به سیبیله؟ الان ما مردایی داریم که پشم کونشون از ریش سیبیل تو بیشتر همچی دارن، مثل بنز میدن. مثل ربطی داره به کی میدن؟ من خودم میکنمشون. به کی میدن؟ در بیام نه ماری از داری اثر چیز داری در بیام نه. من فکر کنم اصلا از نشون نسوال کنم، بذارم خود راحت باشم بهتره. آم ساری باید داد. شما راحت باش. اوکی تو با خودتون میدید کنی با غیران میدن دو سوری شما راحت باشه. شما راحت شما به کارت برس. گوش کن کامنت ها رو بخون. منظور میگم امیر جان مثلا حس ببینی شما از سوال کردم مون چی بگه. منی که 15 سال کونم رو در اختیار کیر گذاشتن، در اختیار مردم گذاشتن، ملت که شریف ایران که از این نعمت استفاده کنن، چرا نیازی نداره به من به من حسودی کنم؟ من عمرم و کونم رو گذاشتم برای این ملت. اگه امروز به یه جایی رسیدم، آرامش دارم، زندگی خوبی دارم، به خاطر که 15 سال زحمت کشیدم. پس دلیل نمیدونم که حسودی داره. ولی متاسفانه مردم ایران به جایی که تلاش کنن پشت کار داشته باشن، میخوان یه چیز رو خیلی سریع به دست بیارن. ولی خب همونطور که گفتی شما 15 سال زحمت کشیدین تا به این چیزی که الان هستین برسین، ولی مردم ایران این رو بدون زحمت میخوان، بدون تلاش میخوان، و وقتی بدون تلاش به دستش نمیارن، حسودی میکنن، حسادت میکنن، حسرت زندگی ما رو میخورن. برای همینم به جای حسادت، حسرت خوردن، تلاش کنید، پشت کار داشته باشین، به اونی که میخواین ایمان داشته باشین، مطمئن باشین میرسیم بهش. میرسیم درسته. امیر جان حامله شدی؟ من گفتم همون شب زفافم حامله شدم. بله زفافت. بچت الان هست؟ در قید حیات هست؟ نه بچم الان هست و الان پیش پدرشه. با این بله. سالگی قرار پیش من باشه به صورت قانونی، ولی خب الان در حال حاضر یه شکایت کاریایی داریم ما که الان پرونده بازه. من میخوام بچه‌مو ازش بگیرم الان. خب چند سالشه پسر؟ دختری یا پسره؟ پسره. پسره. بعد اسمش، اسم این عزیز اسمش علیه. علیه کلا. بعد چند سالش علی آقا؟ علی جان، علی دلم واسهش تنگ شده الان که گفتیم. چیزه یک و نیم سالشه. یک و نیم سالشه. وای خیلی سخته. چه حسی داری وقتی مادری و بچت کنار نیست؟ واقعا حس دوری خیلی سخته. الان زن دومش داره به شیر میده، ولی خب این حق من بود که پسرم شیر خودم رو بخوره. خب تو از اینجایی که میدونی ما مسلمان ها که نون حلال سر سفرمون همیشه هم زیر دعا و اینا و اعتقاداتمون خیلی قویه، چرا به خاطر بچه زندگی نکردی؟ چون که اون یک زندگیه، منم یک زندگی دارم. به خاطر بچه خودم که درسته خیلی هم دوستش دارم، اما نمیتونم زندگی خودم رو هم فدا کنم. که الان به صورت قانونی من اقدام کردم از طریق کنسولگری جمهوری اسلامی ایران، من به عدالت کشورمون وطنم جمهوری اسلامی ایران کاملا اعتقاد دارم، مطمئنم خیلی عادلانه قرار این شکایت
بر علیه شوهر قبلیم سابقم، مطمئنم به قوانین قانون اساسی کشورمون. من اعتقاد دارم عدالت برای همه هستش، من به عدالت، بله من سپردم به دست عدالت. عدالت، ممنونم. بله بازی. بعد امیر جان بچت، بعد از اونجایی که میدونم خیلی یه آدم خیلی احساسی هرسی هستی و همه چی دوست داری اوکی باشه، تو دوران حاملگی چطور بود؟ همه چی اوکی بود؟ نه ماه دوران حاملگی خیلی احساسی بودم. یعنی سری گریه می کردم، یه فیلم می دیدم توی صحنه خیلی مسخره مثلا گریه هم می گرفت و اینا، بعد دلم خیلی چیز می خواست. اون دوران دلم خیلی میوه های اگزوتیک می خواست، مثل میوه دراگون فروت می خواست، میوه ستاره می خواست، از اینجور چیزا، لیشی می خواست، از اینجور چیزا دیگه. نه منظورم اینه که مثلا تونستی مثلا مادر خوبی باشی، نه ماه رو تونستی تحمل کنی، یا بچه زودتر به دنیا اومد یا دیرتر؟ چون مثلا من خودم بچه‌م 4 هفته به دنیا اومد. آخه من بچه‌م تو 10 ماهگی به دنیا اومد. ده پس شما مادر خوبی بودم به نظر. آره میدونی چیه؟ حالا شما خواهر منی، خانم جوادی و بهار خانومم که تاج سر اینجاست، یعنی مثلا چیزی نیست که شاید جاش نباشه اینجا بگم، ولی میگم مثلا من خودم مثلا چون مثلا شوهرم خیلی غیرتی بود، سختگیر بود اینا، مثلا من همون شب اولی که حاملش، چون مثلا ما رسمونی که همون شب اول حامله میشیم، بعد من حامله شدم دیگه اصلا به 9 ماه نکشید. من از بس که مثلا شوهرم اذیتم میکرد، غیرتی بود و اینا، مثلا من هر روز شوهر من برعکس شوهر تو بود، اصلا مثلا من هر روز خونم سفره صلوات بود، روزه بود، دعای توسل، عاشورا. خب من حامله شده بودم، میخواستم مثلا دوره خوبی داشته باشم با دعا اینا، ولی شوهرم دوست نداشت مثلا این چیزا رو. بعد اینقدر هرس خوردم اینا، مثلا پسرم 4 هفته به دنیا اومد ولی سالم بود، 3 سال تو دستگاه بود. آره بعد 3 سال دیگه آوردمش خونه، الانم چیزه، الانم خوبه ولی کلن 250 گرمه، هنوز بزرگ نشد. او آریه الان بچه خودت شده؟ آریه جا بچه مثل خودته؟ من پسرم. آره اسمه چیه؟ کازم. کازم جا از طرف من یه دونه بوسش کنید از طرف خالش. کازم بیا خاله امیر اینجاست. بیا سلام میرسونیم خاله امیر، از طرف خاله امیر بگو. آره بیا خاله امیر اینجا سلام میرسونیم، داره از مدرسه ما الان میاد. خب بهار اگه سوالی هست بفهم، اگه نه که من ادامه بدم. من فقط یه سوال دارم، اونم اگه اجازه هست بپرسم. شما گفتین که شب شب زفافتون داماد باید میومد بیرون زبونش رو به مادر خودش نشون میداد، یعنی زبون درازی میکرد، میشه اونو انجام بدین و حرکتو چجور نشون میداد؟ شب اول عروسی در خانواده ما با جشن صورت میگیره. نه اون حرکت زبونش رو میخوام فقط در بیاری به مادرش، میومد از اتاق بیرون باش. به مادرش اینو بگم اول عزیزه در... اسمتون چی بود؟ بهاره هستم. بهاره جان شب اول عرسون توی حیات یا یه جنگل یا یه باقی اجاره میکنن و زن و شوهر میرن توی چادر، کارشون که انجام شد همه اطراف چادر میرقصن و میکوبن، اون دوتا هم داخل میکوبن و بله پسره میاد جلوی همه، جلوی دوربین فیلم بردار اینطوری زبون و اطراف دهنش که خونی شدن اینطوری نشون میده، اینطوری میکنه. آره تشکر. خانم جوادی سوالی دارید؟ همین دو مادی میخواهید اون؟ نه مرسی بمونه، برو بعدی. اوکی خب همین جان سوالی دارم، حالا اگر حالا به هر دلیلی مثلا خب شما
اگه اون شب به هر دلیلی مثلا خون نمی اومد باکره، حالا آزمایش هم داده بودی، حالا شاید بعد آزمایش یه کاری کردی، حالا هر دلیلی، اون شبی که تو جنگل رفتین تو چادر میکوبیدین خونی نمی اومد و زبونش رو شوهر نشون نمیداد، چی میشد؟ من برای هر اتفاقی آمادگی داشتم، برای همین مقداری آب، اینو دخترها یادداشت کنین این دستور رو، که هر وقت کسانی که پرده نداره این دستور رو اجرا کنن، مقداری آب نشاسته ذرت رنگ قرمز قاطی میکنین تا به غلظت خون بیاد، آبکی زیاد نباشه، با سرنگ میکشید یک مقدار، 10 cc کافیه، 20 cc کافیه، در داخل واژنتون تزریقش میکنید و میخواید بری پاتون رو میدید بالا یکم بره داخل، بعدش برای عملیات آماده هستید. بعد درسته، خب ولی اینو آمادگی گرفته بودی ولی انجام ندیدی چون باکره بودی؟ این نه، من گفتم چون بعضی میدونی بعضیا بار اول پاره نمیشه پردشون، برای همین من اون رو انجام دادم بودم، همین که خونم بیشتر دیده بشه، دهنش رو هم بیشتر خونی بشه. درسته. بعد به نکته خیلی جالبی اشاره کردی امیر جان، مثلا من خودم شب عروسیم از ترس به کارتم از دست دادم، یعنی مثلا چون مثلا اولین بارم بود و شوهر من خیلی کیرش کلوف بود، 56 سان بود، و وقتی اینکه من مادر شوهرم پامو با تناب بسته بود، دستامو من بسته بود به تخت، وقتی که شوهرم میخواست بیاد سمت من، من جیغ کشیدم، همونجا پردم پاره شد، یعنی اصلا نرسید که مثلا اون بزنه توش، و میخواستم ببینم که آره این خون زد بیرون و پاره شد. نظر در مورد این چیه تو علم پزشکی؟ به نظرم اون لحظه یک جنایت بر علیه انسانیت و بشریت اونجا اتفاق افتاده. افتاده، درسته. خب شما میتونید حکایت کنید؟ خب آره اونم هست دیگه. بعد دیگه من طلاق گرفتم، بعد دیگه به خاطر یکم میدونید دیگه، به خاطر یه شرایطی دیگه گذشت کردم، اب نداره. خب اوکی، من و اینکه برای امیر جان مثلا در مثلا که کونهای جدیدی که به بازار میان، مثلا کونهای دهه 80، کونهای دهه 90، 400، برای اینها چه برنامه‌ای داری؟ سازمانی داری؟ خونه امنی داری براشون؟ خب چون میدونی که مثلا من خودم وقتی که مثلا 4 ماهم بود از خانواده ترد شدم، وقتی اونا فهمیدن من کونیم، منو گذاشتن تو گاری، گذاشتن منو گذاشتن توی سبد توی دریاچه، ولم کردن منو. آره بعد این خنده به آخر خندم میگیره. آره برای این کونیا چه چیزی داری، برنامه‌ای داری که مثلا من خب کل عمرم آواره بودم، مثلا میدونین چه برنامه‌ای داری براشون، حمایتی داری یا نه؟ بله، من برای اینطور افراد 100% یه کاری کردم، 100%، و الان در صفحه اینستاگرام من در حالت دونیت هستش، الان در حالت بخشش هستش و هدفمون 1,000,000 دلاره برای اینطور افراد که از طریق با همکاری یونیسف، میدونی سازمان حمایت از کودکان، و من صورت گرفته این کار خیلی، و هدفمون 1,000,000 دلار. متاسفانه از کشور ایران نمیتونید دونیت کنید، ولی افراد خارج هستن میتونن. درسته، ممنونم. و یه سوالی مثلا برای کسایی که مثل این خانم جوادی مثلا الان 50 سالشون الان دوست دارن تازه کون بدن، برای ایشون چه آپشنی دارید؟ بفرمایید. بله، برای ایشون من پیشنهاد میکنم که اول با چیزای نازک شروع کنن، مثلا برای مثلا میتونه خودکار باشه، خودکار باشه، انجام بده منم با خودکار انجام بده تا من یاد بگیرم انجام بده. درسته امیر جان، مثلا نظرتون در مورد ایشون اینجور افراد چیه که مثلا تو این سن تازه میخوان بدن، مثلا اینا به نظرتون محیط رو اینا تاثیر گذاشته یا نه اینا واقعا از اول کونی بودن الان تازه به خودشون اومدن گفتن بابا میخوام مثلا خودم
نشون بده. من به اینطور افراد حق میدم، حق میدم به اینطور افراد، چون که مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش بالاخره الان خانم چی بود جواد بود، خانم جوادی، آره مثلا خانم جوادی حالا 60 سال سن دارن جای پدر پدر بزرگ اون اینا هستن، ولی همین که الان اینا 30 سال پیش 40 سال پیش دسترسی به این صورت نداشتن به اینترنت و اطلاعات. من به خاطر شرایطی که داشتن درک میکنم، به خاطر محیط جامعه بله سرکوب کردن، یه حس دادنی توشون بوده ولی این سرکوب شده، سرکوب شده. بعد به نظرتون آینده ایشونو چی میبینید؟ آینده که ندیگه آخر عمرشونو. من آینده اینو توی توییتر میبینم که کسایی که میان میکنتش فیلم میگیره ازشون توی توییتر میذاره، اینا رو میبینم واسش. خرسای پشمالو، هشتگ خرس پشمالو گی توییتر. درسته. شما برای من قبل از لایو یک درخواست آهنگم کرده بودید، من موزیک آماده کردم با اسپیکر و اینکه قبل از اینکه با هم برقصیم. بله با هم می‌خوایم برقصیم. فقط قبل از اینکه برقصیم من دو تا سوال آخرم میپرسم و من و بهار و خانم جوادی چهار تایی با هم میرقصیم آخر لایو که با شادی تموم شه. آره فقط دو تا سوال من، دو تا سوال. احساس خوشبختی می‌کنی عزیزم؟ 100% احساس میکنم خوشبخت ترین انسان روی زمینم. انسان روی زمین هستی. اگر برگردی به گذشته اجازه میدی دوباره مادر شوهرت ببره دکتر و بکارتی تو چک کنه؟ به هیچ وجه من اصلا ازدواج نمی کردم. ازدواج نمی کردی؟ چرا؟ چون که این واقعا اون حقارتی که من توی اون دوران تجربه کردم رو هیچ موقع توی زندگیم تجربه نکردم. تجربه نکردی و اینکه یک گفتنی قشنگ، یک جمله قشنگ برای عموی سه جنسه. من واقعا بهش افتخار میکنم که تو شهری مثل تبریز اینقدر شجاع بوده که یعنی الان همه میتونن تقریبا توی محلمون اینا میتونن. عموی من سه جنسه است و عموم علی اصغر، بعد همه میدونم واقعا بهش افتخار میکنم. زنده باشید. واقعا افتخار میکنم بهش. زنده باشید. اوکی خب مرسی که دعوت منو پذیرفتی. بچه‌ها مال آخر لایو داره تموم میشه. دقیقای آخر لایو رو با یه موسیقی خوشگل میخوایم با هم با هم برقصیم. من کامنت ها رو میبندم که قشنگ رقصمون بیفت.